ما هم خودمون هم با همکاری فعالای حقوق بشر بلوچستان روی این کشته ها و قربانیان این تیراندازی ها کار کردیم و تعداد زیادی مصاحبه کردیم، هم با کسایی که شاهد عینی بودن، هم کسایی که تیر خوردن و هم کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن. و خب اونجا هم مثل جاهای دیگه با خانواده ها بدرفتاری میشه، با این تفاوت مثلا که شاید خانواده هایی که رفتن اجساد بچه هاشون رو بگیرن با شوکر و افراد مسلح روبرو شدن، ولی خب مثلا حتی بعضی ها شکایت هم کردن، خب بعضی ها بچه های کوچیکشون مثلا روی مغازه دارن تماشا میکنن در یک محلی که در زاهدان همون 8 مهر دوتا بچه کشته میشن. هر کدوم متفاوته، ولی خب ترس و نگرانی خیلی زیاده، یعنی مصاحبه کردن و مصاحبه های بیشتر کردن یعنی جزئیات گرفتن همیشه آسون نیست. و بعدم تفاوت بلوچستان، شاید یه تفاوت مهمش هم اینه که مسئله اینترنت که قطع شد در بلوچستان خیلی طولانی تر قطع شد، یعنی ما تا ماها و ماها مصاحبه منقطع بود، با یه نفر قرار داشتین وصل نمی شد یا قطع می شد دیگه وصل نمی شد، یعنی هرچه بود فشار سانسور اونجا خیلی بیشتر بود و ترس خیلی بیشتر. و وقتی ترس خیلی زیاده، یعنی ترس بی خودی نیست هیچ وقت، تجربه این همه سال مستندسازی اینه که ترس بی مردم بی خودی نمی ترسن، مخصوصا مردم داخل کشور. مردم خارج از کشور یه وقتایی خیلی بیشتر از اون چیزی که لازمه میترسن، ولی اونهایی که در بطن وقایع هستن بیشتر خطر دستشونه که کجا خطر از کجا نیست. بنابراین اونها هم عزیزانشون رو از دست دادن در منطقه‌ای که فقر خیلی زیاده و امکان زندگی. مثلا یکی از کسایی که مصاحبه میکردیم میگفتش که یه عده بین ما بودن که میگفتن که بیاین به بانک حمله کنیم، به مغازه فلانی حمله کنیم. بعد من میگفتم این فلانی هم محل ماست، برای چی به مغازش حمله کنیم؟ بعد میگفتن بریم به بانک حمله کنیم، اسکناسا رو بسوزونیم. بعد میگفت خب کدوم بلوچی که سوخت بره و برای یک ذره پول جونشو به خطر میندازه و تیر میخوره وقتی سوخت بری میکنه میاد اسکناس بسوزونه؟ میدونید، یعنی خب فقر اونجا خیلی مسئله اساسیه و امرار معاش. و خب وقتی که یک کسی که نان آور خانواده هست کشته میشه، برای خانواده گرفتاری های خیلی زیادی درست میکنه. و اینی که اعضای دیگه خانواده هم امکانات زیادی ندارن که کمک کنن و تقبل کنن بچه های اون یکی رو، همه اینها به هر حال فاجعه ایجاد میکنه، یعنی فاجعه روی فاجعه ایجاد میکنه.